این وظیفه هر سازمان حز و نهادی است که برای آینده میخواد برنامه‌ریزی بکنه، حالا حزبی است، بشارت‌های مدنی داره برای مردمان خودش یا تاریخی داره که یه منظری رو تصویر بکنه از آینده برای مخاطبانش. گاهی این منظر نزدیک، گاهی دوره. مثلا در مورد زبان به نظر من این در منظر دور قرار میگیره. من خودم عاشق زبان ترکی هم، یعنی اگر سن و سالم دیگه اقتضا میکرد حتما در ایران میرفتم ترکی رو یاد میگرفتم، حتما، یا کردی رو یاد میگرفتم، چون به نظر من اینها پشتوانه های فرهنگی سرزمین و میهن ما هستند، در هیچ کس تردید نداره. ولی پاره از این منظرها نزدیکند، پاره دورند. مقوله مثل زبان در برنامه ریزی های دور قرار میگیره، یعنی دورانی که مردم دستشون به عرب عجمی بنده، آزادی دارن، آزادی نسبی دارن، میتونن به هم گفتگو کنن، مناظره ها صورت بگیره، مردم به لزوم یک کار یک قانون پی ببرن و نمایندگان مردم هم برن در پی احرازش یا در پی تحققش. برا آقای حجت کلاشی، همسر خانم روشنک استرکی در برنامه ما حضور داشتن، فعال و کنشگر سیاسی است، فعال مدنی است، موفق شده که از مملکت خارج بشه. دیروز هم در بی بی سی بود با آقای شهریار آهی و باز هم در بحث درباره کنفرانس بود. اجازه که با ایشون گفتگویی داشته باشیم. آقای کجا هستن؟ نمیدونم واقعا الان در کجا زندگی میکنن، اصلا هم حاضر نیستم ازشون بپرسم، چون کسانی که از ایران خارج میشن و تا مدت ها همینان احساس ناامنی میکنن به خاطر اینکه دوران بدی در زندان ها گذروندن. آقای حجت کلاشی، درود بر شما. درود بر شما، وقتتون بخیر. حال شما خوب، خسته نباشید. سپاسگزارم، خیلی ممنون. خب آقای حجت کلاشی عزیز، به من بفرمایید که وقتی نگاه میکنید به مجموعه دو کنفرانسی که در لندن برگزار شد، میخوام ببینم که نگاه انتقادی شما چیست نسبت به هر دو، چه برداشت هایی داشتی؟ من دیروز موفق نشدم تو برنامه به خاطر محدودیتی که داشت اون برنامه همه بحثام رو مطرح بکنم. سعی میکنم چند موردی رو که باید عرض میشد و دیروز نتونستم اینجا خدمت دوستان و بینندگان عرض بکنم. یک نقد جدی که من به این شورا دارم اینه که دیروز هم عرض کردم که فاقد مبنای نظریه. این نوع از حرکت هایی که الان تعدادی از دوستان با حسن نیت اغلب میرم به شکل من برگزار میکنم، معمولا یک کپی برداری هستش از روی حرکت های عدم خشونت یا انقلاب های مخملی و سعی میکنن که اون رو بیان بازسازی بکنند در داخل ایران و بر اساس اون نقش رو میکنند، اون نمایشنامه رو میکنند. یعنی میخوام بگم سرگذشت آن چیزی که بر کشورهای اروپای شرقی رفت در رو به عنوان نمایشنامه بازخوانی میکنند و سعی میکنند که داخل اون نمایشنامه برای خودشون نقشایی رو پیدا کنند. به همین خاطر مثلا میان از روی اتفاقاتی که توی چک افتاده، انقلاب مخملی، آقای هاول، همین رو میان بازسازی میکنند و بعد یکی از این دوستان عزیز میره اونجا تو اون نقش، تو اون قالب گیر میکنه و فکر میکنه هم هاول هستش و بعد میاد بدون اینکه واقعا ربطی به جامعه ایران داشته باشه و بتونه حرکتی رو هدایت بکنه یا از دل یک حادثه بیرون اومده باشه، یهو ادعا میکنه که خب من مدیر گذار هستم و بعد در نقش هاول میخواد در بیاد، همه اعتراضات رو متحد بکنه و از این بره. حالا آقای هاول بیچاره تو ایران تو توی چک توی زندان بود، زندانی رو تجربه کرد، حالا مدیر کل جدید این شورای گذار اصلا فکر نکنم همچین چیزایی رو تجربه کرده باشه، فقط به این دلیلی که فکر کرده توی چک این حرکت موفق شده چون یه دبیر کل داشته که همه چیز رو هماهنگ بکنه، حالا توی ایران هم باید یه نفری در جایی بنشینه و همه چیز رو هماهنگ کنه. به همین راحتی فکر دوستان و به همین خاطر که انقلاب‌های مخملی توی ایران موفق نمیشه، فقط در یک مورد موفق شد، اون انقلابمون حرکت سبز بود که خب اونم یه ریشه های متعددی از جمله دعوای دو جناح مهم قدرت رو داشت که وارد اون بحث نمیشه. اما دوستان ما یک کار در بسیار هنرمندن،
دوستانی که این شورا رو درست کردن بسیار هنرمندن، من این رو اعتراف میکنم، به خاطر اینکه اینها تونستن اولین بار توی دنیا با ژوبسپیر ها بخوان پاول درست بکنن. یعنی اینا دارن در تئوری بر اساس انقلاب مخملی چک فکر میکنن و یا مثلا انقلاب مخملی کشورهای دیگه به عدم خشونت از گاندی و ماندلا و غیره صحبت میکنن. جالبه شما ترکیب این شورا رو ببینید، چند تا چریک تو بخشای مختلف جانمایی شده، مثلا اعضای کومله داخلشون هستش، یعنی هنوز اصلاحشون رو زمین نذاشتن کومله ها، تئوریشون و خط مشیشون مبارزه مسلحانه هستش، از اسلحه های سبک تا اسلحه های تا نیمه سنگین رو با خودشون هم میکنن توی کوه و دشت و اصلا مشیشون مش چریکی هستش. این مش چریکیشون اصلا به جمهوری اسلامی مربوط نمیشه، قبل از جمهوری اسلامی اینا مش چریکی داشتن. حزب دموکرات داخلشون هستش، اینم خط مشش خط مش چریکی و مسلحانه است. جالبه دوستان میگن که ما نگران هستیم بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد کشور به سمت خشونت بره، به همین خاطر باید این مدل عدم خشونت رو طراحی بکنیم. بعد ما نگاه میکنیم میگیم خب با چه کسانی که معتقد به عدم خشونت هستن این شورا رو درست کردید، میبینیم که با چند تا چریک این کار رو انجام دادن و این از عجایب دنیاست که افرادی بخوان یک جمهوری درست بکنن با ژوبسپیر هایی اما شعار عدم خشونت رو بدن بر مبنای نظریات هاول و ماندلا و اینها. یعنی من میخوام به شما بگم که اتفاقا بله برای ما مهمه که بعد از جمهوری اسلامی چه سر کار میاد و برای همین این مسائل رو پیگیری میکنیم، اما اون چیزی که این دوستان دارن پیش میبرن نه عدم خشونت هست نه انقلاب مخملی هستش، جمهوری وحشت هستش. این دوستان هنوز اسلحه رو زمین نذاشتن، گروهای چریکیشون تو کوه داره میجنگه، اون یکی داره با اصلا داره تو واحدهای نیمه توپخانه‌ای هستن، نیمه سنگین اسلحه نیمه سنگین دارن، ولی اینجا دارن از بحث‌های عدم خشونت صحبت. این دومین انتقاد منه. سومی اینه که آره در نهایت یه توضیح آقای اینجا سوال دارم، یه پرسش دارم. ببینید این موقع است که شما یه گروه هستید، یک حزبید، یک نهادی توی یه منطقه‌ای که حکومتی سراپا تا دندان مسلح مردمان رو اون یا به اصطلاح اون قوم رو سرکوب میکنه، کاری که جمهوری اسلامی در تمام این سالها کرده. این گروه ها در واقع گروه هایی که دارن از خودشون دفاع میکنن. وقتی شما در برابر یک نیروی مسلح قرار گرفتید که کارش سرکوب کولبر رو میکشه، اسب کولبر رو میکشه، خب شما چه کار بکنید؟ شما اگه مسلح شدید به قصد دفاع از خودتونه، یعنی این به اصطلاح این عملیات نظامی رو حکومت به شما تحمیل کرده. حرف من اینه. اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم در خدمتتون باشیم. موافقی؟ از بازار آگهی عبور می‌کنیم برمی‌گردیم. موافقی؟ من میادن عزیز عرجمندم با آقای کلاشی عزیز از این مجدد کلاشی. کلاش یک روستاست در کرمانشاه هم میانان هم و فکر میکنم آقای کلاشی هم قاعدتا باید اصلیتش از اونجا باشه. پرسش من چون بحث شد درباره گروه هایی که مسلحن در کردستان از جمله حزب دموکرات کردستان کومله و از این قبیل، حرف من اینه که وقتی یک حکومت مذهبی اراده میکنه که مسلحانه و با جنگ افزار به سراغ منتقدین یا افراد ناراضی بره، خیلی طبیعی است که خشونت رو با اونها در واقع تحمیل میکنه، اونا رو وادار میکنه که خودشون رو مسلح بکنن به قصد اینکه از خودشون دفاع کنن. آقای کلاشی عزیز ما سراپا گوشیم، بفرمایید. سپاس. من از اهالی اردبیلم و کلاش طایفه از شاهسوان‌های آذربایجان. شاهسوانید. اینجا میبودی عزیز. در مورد حزب دموکرات مثلا صحبت بکنیم، این نیستش که من با کولبرها خیلی ندارم، بالاخره اونها شهروندان ایرانی هستن که زیر فشار اقتصادی هستن. جمهوری اسلامی وضعیت اسفناک اقتصادی برای همه ایرانی درست کرده، بخش از ایرانی ها هم این بار و سنگین در دارن تو دوش خودشون احساس میکنن. همه ایرانی باید کرامتشون حفظ بشه و ایران به سمت تولید بره و تولید ملی داشته باشیم و بتونیم کشور قدرتمند باشیم و شهروندان قوی داشته باشیم. اما در مورد حزب دموکرات، اینا در مدافع پولورد نیستن، اینطور نیست که اینا بعد از جمهوری اسلامی درست شده باشه. سابقه حزب دموکرات به کی برمیگرده؟ زمانی که شوروی سرخ‌ها اومدن ایران رو گرفتن، یعنی به قبل از جمهوری اسلامی برمیگرده. زمانی که اینا اومدن شوروی اومد ایران رو فتح کرد و بعد اینا اومدن
ابراز وجود کردن، به فرمان استالین هم ابراز وجود کردن. دردشون درد آزادی هستش، درد شهروندان ایران بوده. همه مقامون و اون گروه رزمی هم که براشون درست کرد، پیشمرگه ها، اینا رو هم از خود شوروی چند نفر اومده بودن آموزش میدادن. اولین درجه های جنرالی هم به 4 نفر از این اعضای حزب دموکرات دادن. مرحوم مصطفی بارزانی که بهش میگفتن جنرال بارزانی، این جنرالی رو از شوروی ها گرفته. اینا اصلا بحثش این نیست که بعد از انقلاب درست شدن. اینها مشیشون مشی مسلحانه هستش. تئوریشون این هستش که اینها یک ملت مستقل هستند، بین 4 تا کشور پخش شدن و از دوم داشتن دولت محروم شدن به خاطر تقسیمات خاورمیانه. کشورهای استعماری اجازه ندادن که اینها دولت واحد خودشون داشته باشن. به همین خاطر اینها در جغرافیایی به نام ایران گرفتار هستن و باید بتونن از ملیت خودشون دفاع بکنن و برای این ملیت آرام آرام دولت بسازن. برای این ملیتی که باید دولت ساخته بشه، بحث‌های زبانی رو مطرح می‌کنن، بحث‌های جغرافیایی رو مطرح می‌کنن، بحث‌های فدرال رو مطرح می‌کنن. اینا تاکتیک‌های رسیدن به این دولت ملی هستش که تو تصورشون وجود داره. و بعد برای دفاع از حقوق این ملت خیالی خودشون اسلحه برداشتن، برای استقلال خودشون اسلحه برداشتن، برای دموکراسی در ایران یه شهر در ایران. مسئله اینه که همه اینها نه تنها با دولت میجنگن، حالا با شاه در سال 46-47 هم دست به اسلحه بردن، یه خشونت خیلی وحشتناکی به وجود آوردن. فراموش نکنیم که اینها در زمان جنگ ایران و عراق رفتن وایسادن جلوی صدام، در بحث‌های مهمی در جنگ‌های مهمی علیه ایران شرکت کردن، در قضیه انفال اعلام کردن که ایران شیمیایی استفاده کرده، در قضیه حلبجه اینها سکوت کردن علیه خود کردها اتفاق افتاد. اینها بزرگترین خشونت ها علیه همدیگر رو به کار بردن. هنوز بزرگترین کشتاری که از کردها شده مربوط به جنگ اورامانات بین 2 حزب مسلح و سیاسی کردها. اصلا قابل بحث نیست که اینها رو بخوایم به ستم های جمهوری اسلامی بحث کنیم. جمهوری اسلامی در مورد همه شهروندان ایران ستم میکنه. بحثش اینه که داخلی حکومت ناکارآمد هستش و باید به سمت حکومت مدرن و ملی حرکت بکنه. این اصلا بحثی نیست. اما اینکه این دوستان میگن که تئوری های عدم خشونت میدن، نمیشه دیگه این دوستان مسلح و اسلحه به دست رو اون جانمایی کرد. این مسئله بعد. مسئله دیگه که میخوام عرض بکنم اینه که سابقه این افرادی که میخوان ما رو گذار بدن، یه بار گذار دادن، این گذاری که دادن ما رو به این وضعیت انداخته، به این روزگار، این روزگار رو برای ما تیمور کار کرده. آقای شریعت مداری که میخوان به عنوان دبیر کل این شورای گذار معرفی شده، ایشون کسی است که از مؤسسان خلق مسلمان هستش. این خلقی رو از روی کمونیست و مارکسیست ها برداشته بودن، مثل مجاهدین خلق و بقیه خلق ها، مثل ماویست ها که دنبال خلق بودن. و این مسلمان رو هم از اخوان المسلمین گرفته بودن. اولین مانیفست اینها، اولین اساسنامه که اینا نوشتن، هادی خسروشاهی نوشته. هادی خسروشاهی از روی ما چه میگوییم تگید و قطب نوشته. هادی خسروشاهی بعدا جدا شد از اینا، یکی از مهمترین مترجمان آثار سید قطب. و بعد جالب اینها در اردیبهشت سال 58، بعد از اینکه خلق مسلمان درست میشه، در سال 58 برای نواب صفوی توی مشهد بزرگداشت میگیرن و قطعنامه صادر میکنن. اینها باید در مورد گذشته خودشون اول توضیح بدن. من نمیگم همه باید گذشته سالمی داشته باشن. من میدونم انسان‌ها تغییر میکنن، من میدونم که انسان‌ها ممکن که یه روز نظری داشته باشن، روز بعد نظری دیگه‌ای داشته باشن. منتها اول باید در مورد نسبت گذشته خودش توضیح بده، ببینیم که اون نسبت رو چجوری میفهمه. در مورد کارنامه گذشته خودش، فعل و انفعال خودش، فکر خودش، مشی خودش چجوری الان میاندیشه، آیا اون رو درست میدونه یا غلط میدونه. آقای شریعت مداری هر جایی که حاضر میشه خودش رو مبرا از همه اشتباهات معرفی میکنه، همه رو هم متهم میکنه، از شاه تا همه مخالفان و موافقان و غیره. اما بحث اینه که خودشون باید بیان توضیح بدن که چه هست. آقای بعدی من اینه که اینها اصلا هیچ اصطلاح بحثشون بیشتر از این داخل ایران باشه، روشون به سمت بیرونه. به همین خاطر مدام تکرار میکنن که بتونیم با جامعه جهانی صحبت کنیم. بحث اینه که الان با توجه به این که فشارهای سیاسی زیاد شده بر روی جمهوری اسلامی، گروه های فعالی هم وجود دارن که مراجعه میکنن به احساب و افراد سیاسی در خارج از کشور، به افراد سیاسی مثل کشورهای دیگه، و اونا میگن که به چیزی درست بکنید ما حمایت کنیم. بحث اینا بیشتر کسب اون حمایت هاست. رقابت ها هم بیشتر بر سر کسب اون حمایت هاست، بیشتر از اینکه بخواد
اندیشه پشتش باشه یا فرمول هایی رو پیدا بکنه که جامعه ایران رو واقعا بخواد از بلایایی که جمهوری اسلامی بسرش میاره عبور بده. ما باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، ولی باید فرمول داشته باشیم، باید فکر داشته باشیم. از دیدگاه من عبور از جمهوری اسلامی که حکومت مشروع است از طریق بازگشت مشروطه امکان پذیر، که حالا خب وقتش اینجا نیست، ولی در آینده اگر در خدمتتون بودم در این مورد صحبت میکنیم. اما این دوستان حتی نمیتونن، مسئله خیلی عجیب اینه که این دوستان حتی نمیتونن یک مسئله پرچمشون رو مدیریت بکنن، ولی میخوان که یه گزار رو مدیریت بکنن. من جالبه توجه میکردم ببینم چه توجیهاتی و یا توضیحاتی دارن در مورد پرچم. یکیشون گفت فراموشمون شده، یکیشون گفتش که حواسمون نبوده. آقای نوری زاده هم توضیح دادن که ما اینا حواسشون نبوده، من بهشون یادآوری کردم. آخه یه گروه سیاسی که میخواد یه حادثه بزرگی رو مدیریت کنه و گزار بده، نمیتونه مسئله پرچم به این راحتی رو حلش بکنه و درست طراحی کنه و به جایی قرار بده، میشه گزار رو قبول کرد که اینا مدیریت بکنن؟ اینا بیشتر شعار. اگر اجازه بدید من چون به بحث‌های قبلی هم شنیدم یه توضیح هم در مورد زبان مادری و برنامه امروز گوش کردید با آقای ساز برنامه امروز گوش کردید با آقای سازگار آقای رفعت جا برنامه امروز با آقای سازگار و رفعت رو گوش کردی؟ بله من موافق شدم بشنم. بسیار بله بفرمایید. آقای سازگارای عزیزی بحث خاصی فرمودن و گفتن که افرادی استادن و غیره در این مورد طور خاصی صحبت میکنن. نه، اون استادایی که در این مورد صحبت میکنن حرف درست میزنن. من به جناب سازگارا توصیه میکنم که حرف این استادان رو بشینم و بشنوم و بیاموزم، به خاطر اینکه مسئله زبانی خیلی مسئله مهمی. ایران یک کشوری با تنوعات بسیار زیادی و همین تنوعات زیباست، همین تنوعات محترمه، همین تنوعات هم مدیه. اما ما یه وجه وحدت داریم، این وحدتمون با یه سری از فاکتورها حفظ میشه. ملت ایران به طور طبیعی یک زبان ملی هم داره که با اون زبان ملی داره با هم یه گفتگو میکنه، خاطراتش رو با اون زبان ملی ثبت کرده، گذشته خودش رو با اون زبان ملی تا الان آورده. زبان دیوانی قبل از دوره جمهوری اسلامی، در زمان پهلوی، در زمان قاجار، در دوره صفویه و ما قبل صفویه فارسی بود. همه حکومت های ترکی هم که اومدن در ایران حکومت کردن دست به زبان دیوان نزدن. زبان دیوان در ایران زبان فارسی بود. این زبان فارسی هم مال یه گروهی در یزد و اصفهان نیست. این زبان ملی، این زبان فارسی مطلب همه ایرانی هست. من آذربایجانی، این زبان مال منه. الان اگه شما به تبریز طریق بزنید و برید به مقبرت شعرا میبینید چه تعدادی از شعرا اونجا هستن و اونجا خوابیدن. اینها پاسداران زبان فارسی بودن. من اگر بخوام با گذشته آذربایجان ارتباط برقرار بکنم باید نظامی گنجوی بخونم. نظامی گنجوی میگه همه عالم تن است و ایران دل، به زبان فارسی داره این کار را انجام میده. مسئله اینه که وقتی که صفویه بیاد سر کار و به کمک بعضی از دلاوران آناتولی شاهنشاهی ایران رو احیا میکنه، به زبان فارسی دست نمیزنه، به زبان دیوان دست نمیزنه. این یک زبان طبیعی ملی ایرانه. دولت ها نساختن، نه رضا شاه ساخته، نه پهلوی ساخته، نه قاجار ساخته، بلکه در ایران بوده، جریان داشته و همه فهمیدن که این زبان یه زبان طبیعی در ایرانه. نه اون تاریخچه که توی فرانسه برای زبان ملی حکومت ایران به وجود اومده، نه در هیچ کشور دیگه که تاریخ خودش رو داشته قابل حمل بر ایران. اما اون بحثی که این دوستان میکنن، میگن که یک بچه میره مدرسه و سخته براش. خب سخته، من آذربایجانی وقتی میرم اونجا باید با زبانی که نیاکانم با اون نوشتن، شعر گفتن، کتاب نوشتن، با اون کار دیوانشون انجام دادن ارتباط برقرار کنم. زبان علم در ایران به طور طبیعی زبان فارسی بود. من باید بتونم با اون زبان مسلط بشم، ارتباط برقرار کنم و صحبت کنم. اینها میان میگه مسئله اینه که در ایران هیچ تبعیض زبانی بود. من آذربایجانی همیشه توی خونم توی اردبیل من میشستم با خانوادم دارم ترکیش، الان دارم ترکیش صحبت میکنم. هیچ ممنوعیتی هم وجود نداشته، خیلی آزاد فیلم درست میشه، رادیو تلویزیون هست، نشریه وجود داره که تو کوچه بازار راحت صحبت میکنید، تو ادارات راحت صحبت میکنید، اصلا ممنوعیت. اینها میگن که زبان فارسی رو که آموزش به زبان فارسی میذاریم کنار، آموزش به زبانهای دیگر رو، این نشدنی هم به لحاظ فنی نشدنیه، هم خلاف روند طبیعی علم در ایران. و بعد مسئله اینه که جناب آقای میبودی من اردبیلی که خب آذربایجان یکی از قانونهای اصلی دفاع از زبان فارسی بوده،
وقتی اومدم دانشگاه دیدم که نمیتونم خوب فارسی صحبت کنم. یعنی وظیفه دولت اینه که من زبان فارسی که زبان ملیم رو آموزش بدم. اینا به جایی که دولت رو وادار بکنن که به همه فرزندان و شهروندان این کشور فارسی رو آموزش بده و تکلم به فارسی رو تسهیل بکنه و مهارت صحبت رو افزایش بده، میخوام بیان تنکترش بکنه. این زبان هر چی تنکتر باشه رابطه من و شما با همدیگه توستر میشه. من اردبیلی بخوام بلندشم برم با یه نفری تو کرمان شاید باید برقرار کنم، ناچارم باید با زبان فارسی صحبت کنم، نه اینکه اجباره ها. این زبانی که ملت ایران در بستر تاریخ ساخته، این طبیعتا ساخته شده، دولت فرموده نیست، بخشنامه ای نیست. در ترکیه فرق داره. در ترکیه وقتی که میخواستن دولت ترک تاسیس بکنن، برای اینکه ملت ترک درست بکنن اول باید دولت ترک درست میکرد. برای اینکه ملت ترک درست بشه باید زبان واحد درست بشه. به همین خاطر رفتن تو فرهنگستان نشستن، آتاتورک گفت باید زبان ترکی درست بکنن. یه زبان ترکی ساختگی درست شد که تو کتاب کامیابی فاجعه آمیز توضیح داده شده. در اونجا اومدن یه زبانی درست کردن و بعد به کمک اون زبان به تاریخ جعلی اومدن یه ملت درست کردن. تشکر میکنم آقای گلاشی. طبیعی هستیم، یه زبان تاریخی داریم. اگر بخوام به این زبان ضربه بزنن توست میشه رابطمون. توی کردستان هم عذر میخوام، توی کردستان 3-4 زبان وجود داره. همین زبان فارسی نباشه بسیاری از این کردهایی که الان هستن به زبانهای مختلف صحبت میکنن، هم شهروندان ایرانی که حضور دارن در اونجا، نمیتونن زبان همدیگه رو بفهمن. پس این زبان کردی هم به این صورت نیست. ما زبانهای کردی داریم، زبان آذری داریم. گفتگو رو یادآوری میکنیم با آقای کلاشی از وجهت کلاشی. ترک‌ها البته زبانی نساختن، خطشون تغییر داد، دبیره تغییر پیدا کرد. خیلی جالبه. ولی اون چیزی که در مملکت ما اهمیت داره، اون چیزی در مملکت ما اهمیت داره این که ناتل خانلری، استاد بینوی، پژمان بختیاری، صادق هدایت، تمام بزرگان ما هر کدام به گوشه از این مملکت تعلق دارن. اهمیت داره این که همه به زبان فارسی. به نظرم زبان فارسی شرطی، تقویت شرطی برای رسیدن به یک مدنیت مشترک هم میانن اونی که ما زیر یک چتر زندگی کنیم. فقط مربوط به ایران نیست، در تاجیکستان، همینطور در افغانستان، در آذربایجان، در ترکمنستان وظیفه ماست. فکر کنید روزی روزگاری همین ترک ها تو خلافت عثمانی افتخارشون بوده که به فارسی تکلم میکردن. بسیاری از شاهزادگان و امپراتوران عثمانی به زبان فارسی شعر گفتن، دیوانشون وجود داره. همینطور مغولایی که بر هندوستان حکومت میکردن زبان فارسی زبان دیوانی بوده. خیلی اهمیت داره اینا. ما باید زبان فارسی رو تقویت، یعنی تمامی اقوام باید تلاش بکنن که فارسی تقویت بشه، برگرده اهمیت جهانی خودش رو دوباره پیدا بکنه. خوشبختانه امروز ما جز زبانهایی هستیم که روی شبکه‌های اجتماعی در روز میلیون ها واژه زبان فارسی مبادله میشه که نشانه قدرتیابی این زبان در سطح جهانه و ایجاد قطبای ایران نشی در دنیا. آقای کلاشی، گفتگو با شما رو پی میگیریم. تشکر میکنم، ممنونم. سارا جان تشکر، سارا ایرانی از سپاسگزارم. سپهر خسروی برنامه رو هدایت کرد. آقای سازگارا تشکر میکنم. آقای دکتر احمد رفعت، تا دیدار دیگر.